بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت این ایام خدمت شما عزیزان چند سالی است خب ما توفیق اینو داریم که در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنیم البته بسنس این دو سالی که کرونا بود و بند خودم در واقع حضور پیدا نکردم اما چند تا نکته دارم میخوام خدمتتون عرض کنم علل خصوص علل خصوص علل خصوص ویژه خانم هاست خواهش میکنم تقاضا میکنم دقت ویژه بفهمید اولا هر سال این مسیری ای داشته یه سال حملات تروریستی بود اگه خاطرتون باشه تو هله انفجار داشتیم حتی از کشور خودمون هم به شهادت رسیدن یک سال بارندگی بود یک سال گرد و غبار بود دو سال کرونا بود خلاصه اینکه هر سال یه انگار خداوند متعال میخوان یه جریانی باشه تا بسنجن این ارادت شیعیان رو به هدف حسینی و به آرمان حسینی امسال هم شما دیدید خورده اوزه عراق شلوغ البته سال قبل کرونا هم همین بود که با آمدن اربعین به خاطر ای ارادتی که مردم عراق به سید و سالار شهیدان الدین عبدالله دارن به راهپیمایی اربعین دارن و میدونید اکثریت جمعیتشون در راهپیمایی شرکت میکنن خب معمولا لغو میشه و یه سری نکات دارم اینکه میخوام دقت بفرمایید ببینید مثلا اول به عنوان کسی که تجربه داشتین دارم خدمتتون عرض میکنم این سفر رو رفته یکم نکاتی که حالا امسال باید بیشتر مد نظر قرار بگیره سازمان منافقین در واقع همین مجاهدین خلق یا بگیم این داعشی های خلق خب مستحضری اگر نمیدونید هم بدونید در شبکه های اجتماعی عراق حضور بسیار گسترده ای دارن تقریبا چیزی در همین حدی در شبکه اجتماعی فارسی خودمون حضور دارن اونجا حاضرن اینا خب برخیشون زبان عربی بلدن سالها در عراق بودن و کارشون اختلاف افکنی و ایجاد مشکلات در عراق اینو که دارم خدمتون ارز میکنم تحلیل نیست این خبر اطلاع داریم اینکه امسال یکی از برنامه اینها یعنی سازمان مجادین یک سمت امریکا اسرائیل یک طرف و بعثی ها با پشتیبانی امریکا و عربستان یک بناشون اینه که یک سری اختلافات رو در راهپیمای اربعین به وجود بیارن و راهپیمای اربعین رو این این بزرگ رو این مسیر مقدس رو به حاشیه بکشن. اینو باید دقت ویژه بفرمایید. خب اینا فارسی قرار دعوا درست بکنن، سر صدا درست کنن، مردم عراق رو بدبین بکنن به مردم ایران. اینو باید ما بدونیم ما باید قدردان میزبانی عراقی ها باشیم اون مشکلات اقتصادی فراوان دارن کشورشون کشور جنگ زده است ترور زده است و با این وجود شاید باور سالها در کل سال پول ذخیره میکنن پس انداز میکنن تا بتونن میزبان خوبی باشن قدرشون رو بدونید اگر موارد خاصی پیش اومد یا دعوایی بحثی چیزی شد این از سمت ماها نیست سمت ما ایرانیان نیست اینو عنایت داشته باشید یه بخش ویژه میخوام خدمتون عرض بکنم راجع به خانم ها درخواست ببینید ما تقریبا برآوردمون که امسال نزدیک 5 میلیون نفر ظاهر داشته باشیم تو به بیشترین شرایط سال قبل از کرونا چون در سالی که دو سالی که کرونا بود خب تعداد کاهش پیدا کرد سه میلیون و 500 هزار نفر تو بیشترین شرایط بوده خب حتی اون کسایی که بدون پاسپورت هم رفتن و اینا رو همه رو لحاظ کنم سه میلیون بیشتر نمیشه امسال برادر بود که رو 5 میلیون جمعیت زیادی داره میره خب مدارس تعطیل تو تابستون خوردن معلما دانش آموزا خیلی ها دارن میان خب یه چند تا نکته هم حتما میخوام عنایت داشته باشه یه برنامه اینا که این مسیر رو عرض کنم به هاشیه ببرن سالها سالم عرض میکنم یکی از مسائل جنسی کردن مسیره که اینها بخوان ضربه بزنن این اینو باید دقت بکنیم فراموش نکنیم مردم عراق فرهنگشون با ما خود متفاوته ما محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراعات بفرمان چون تو به خانم ها که میرن شاید بخوان یه حتی یه ضد افتاب بزنن به صورتشون خب فرهنگ عربین رو بر تا فرهنگ عربین رو بر نمیتا اینو فکر میکنن دارید مواد آرشی استفاده میکنید فکر میکنن تو ایام سوگواری عربین خب این برای فرهنگ ما خوب نیست برای کشور ما خوب نیست مراعات بشه حتما پوشششون جوری باشه که متناسب باشه دیگه با این مسیر مقدس باشه دقت بکنی تاکید میکنم یکی از برنامه های دشمن جنسی کردن مسیره اینو باید ارائه ویژه داشته باشن خب امسال برابر میشه هوا بالای 40 درجه بره خب ما تو تابستون هستیم این گرمای هوا شاید اذیت بکنه برای این پوشش هم در واقع پوشش کامل داشتن کار سختی هم هستش خودش ما میدونیم منتها حالا شاید پیش بینی میشه مثلا چه میدونم مردم شب رو بشن روزها استراحت بکنن به هیچ وجه همین الوجوه خانم ها ما برآوردمون برآوردی که داریم اینه که 6 درصد شرکت کننده ها خانم های تنها هستند یعنی چه متعلق چه مجرد خب 6 درصد 5 میلیون عدد بزرگیه به هیچ وجه من الوجو از مسیرهای غیر معروف نرن طریق العلماء رو نرن همین جاده معروف نجف کربلا رو برن تاکید میکنم خب عرض کردم فرقه های اونجا هستن مثل فرقه سرخی مثل همی ساز مجاهدین اینا برنامه ریزی دارن برای اینکه بتونن اتفاقات رو رقم بزنن خدای نکرده و خدای اتفاق بعدی نیفته دیگه منزل شخصی به هیچ وجه نرن خوب. حتما توی موکب هایی که عمومی بزرگ جا برای همه هست شرکت بکنن شاید بعضی از خانم ها فکر کنن سه چهار نفر خانم با هم میتونن برن حاضر بشن با مطلقا این کار نکنن اگر مردی باهاشون نیست مهارمشون همراهشون نیست به هیچ وجه توصیه نمی کنم کار انجام بدن نزدیک 120 تا موکب اعلام خواهد شد برای خانم ها هست فقط بله سرا رو خانم این ها اینا رو حتما شناسایی کنن از قبل ببینید برخی از شرکت های مخابراتی عراقی دارن شیطنت میکنن یه دارن اینترنت رو اذیت میکنن با این توجیه اقتصادی که مردم مجبور بشن مکالمه بخرن مجبور بشن به هم زنگ بزنن از قبل قشنگ اینا رو پیدا بکنن مشخص بکنن قراراشون رو بگذارن ما تو این عمود تو این موقعیت باید باشیم خب و ترجیحا اگر میخوان تو این سفر شرکت کن خوبه که با یکی از مهارمشون باشن این من توصیه منه اگر هم نمیشه اصلا شرطش فراهم نیست چند نفر باشن و به هیچ وجه منظر شخصی نرن موکب های کوچیک نرن این موکب هایی که اعلام میشه خب اینا موکب هایی که زیر نظر کشور خودمونه و ما اطمینان داریم ازش خب خیالمون در واقع راحته تا جایی که ممکنه از ماشین های حمل و نقل و عمومی استفاده کنن یا خب تاکسی بگیرن یا ماشین شخصی بگیرن مثلا خب توصیه نمیشه اصلا خب ماشین حمل و نقل و عمومی همونجا استفاده کنه اتوبوس از اینا ونهایی هستش که مثلا تعدادشون زیاد شبیه مینیبوسه بوسه مثلا از اینها استفاده بکنن نکته بعدی همینه که به شدت دقت داشته باشن یکی از برنامه در واقع دشمن اینه که بحث های نژادی و قومیتی رو وسط بکشه خب و باید دقت کرد دیگه ما قدردان مردم کریم عراق هستیم دارن زحمت میکشن و هزینه خیلی زیادی هزینه میزبانیه و اینو باید انتقال بدیم با فرهنگشون راه بیایم ازشون تقدیر کنیم تشکر بکنیم و سعی, نق... و سعی اون و سعیمون بر این باشه که خیلی اون خطو... مراقب باشیم و خدای خطوط قرمزشون رو رد نکنیم خود قرمز فرنگی بشناسید کسی که هر بین رفتن ازشون سوال بپرسید مردم بعض موقع شما خود اونجا چای بخورید و یه چای عراقی یعنی پررنگ چای ایرانی یعنی کم رنگ خب من خودم چای پرنگ نمیخورم بعضی موقع مثلا به این موکوا که میرسیدم گفتم نه من ایرانی ام چای عراقی دوستم با همین چنان خوشحال میشد طرف لبخند میزد خب فراموش نکنیم مسئله بهداشتی رو به جد باید رعایت کرد گرمای هوا زیاد احتمال در واقع واگیر بیماری ها وجود داره این بحث بهداشت عمومی خیلی باید جدی آن رو که میخواد همراتون باشه کشورهای عربی کلا معمولا این جوریه که روی انتقال دارو حساسن خب اگر از داروی خاصی استفاده میکنی داری که حتما با همراتون باشه حتما با نسخه پزشک باشه یعنی اون نسخه دفترچتون هم همراتون باشه نسخه پزشکی که مثلا براتون نوشتم سعی کنید همراتون باشه که وقت خدا نکرد به مشکل نخورید اینجا چه میدونم انواع قرصایی <گصفيق> که ما میخوریم که فندار آخرش استامینوفن چه چه اون طرف اینا اسمش مخدره. خب ممکنه و خدای نکرده مشکلی براتون به وجود بیاره خیلی 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 مراقب مدارکتون باشید مراقب پاسپورتتون باشید سهل نکنید تو اون شلوغی حق بدید 5 میلیون ایرانی اونجا یک درصدشون هم براشون بخواد مشکلی به وجود بیاد واقعا کنسولگری ما دیگه واقعا تعطیل میشن یعنی توان پاسخگویی ندارن اینو خ... به جد توجه بفرم مراقب مدارکتون باشید مراقب پولتون باشید که وقت گم نشه خدای نکرده اونجا کشور غریبی بمونید سخت باشه و حتما اگه گروهی هستید با هم قرارتون رو درست بگذارید یه وقتی دیدید اونجا اصلا اینترنت قطع شد خب شما دیدید به یک روز می‌بینید مقتدا صد چه رو رقم میزنه این جریان یهو می‌ریزن کاخ ریاست جمهوری رو می‌گیرن خب شما دیگه به غیر اون دیگه آدم چه امیدی میتونه داشته باشه خب میخوام بگم با دقت با برنامه ریزی و توجه ویژه برید ببینید عزیزان این عرایز بنده به این معنی نیستش که وقت کسی شرکت نکنه نه ما با افتخار من خودم دارم شرکت میکنم و تشویق میکنم افراد شرکت بکنن منتها همه عرضه بنده اینه که با توجه و دقت باشه همین چون شما از میزبانی خوب مردم عراق شنیدید و حقیقتا هم همینه طرف, طرف تعریف میکنه آقا رفتیم بین نخلستون یه خونه ای رفتیم توی خون باشه این برای خانم ها دور نیست چون کردیم اونجا دشمن داره کار میکنه و خودشون در پوشش میزبان میان وسط نشد در عراق در مملکت خودمون نبود اومدن توی همدان بود سم ریختن توی شربت بود تو کجا تو پذیرایی بچه کوچیک فوت شده یادی مسموم شدن بچه کوچیک فوت شده خب این کشور که امنیت داره این هم حالا نیروهای امنیتی و نظامی ما سوار کارن اینطور شده حالا در کشوری که اینطوری شلوغی داره و درگیری داره انتظاری نداشته باشید که همه چی استیبل بشه سر جای خود شما مراعات بفرمایید اینکه دست جمعی باشید گروهی باشید و توی این موکبه هایی که خدمت شما عرض کنم عرض کردم اعلام خواهد شد خانم ها علل خصوص خانم ها برن و جاهای چه میدونم که از مسیر اصلی خارج یا یه مسیر اصلی هم مسیر نجف به کربلا مسیر اصلیه خب عموم ایرانی هم اینجا میان حضور پیدا میکنن حالا شاید مثلا یه عزیزی از چند سال اومده میگه حالا بذار ما طریق العلماء رو هم بریم ببینیم چه شکلیه خب این خب ریسکش بالاست همین مسیر اصلی رو برن تو اون مسیر همه کلی ما ایرانی میبینیم مکبای ایرانی قدم به قدم مکتب ایرانی فارسی بلدن راحت میتونید اگه هوایجی دارید مشکلاتی دارید بره. یعنی این اون مسیر مسیر خوبیه و این ملاحظات هم داشته باشید انشالله سفر خوب و پر از خیر و برکتی داشته باشید بنده حقیرم از همه شما عزیزان التماس دعای فراوان دارم